با درود به دوستان کانال یوتیوب و دلتا مدیا، امیدوارم لحظات خوب و خوشی رو داشته باشید. امروز میخواییم در کانال یوتیوب دلتا مدیا راجع به 10 روش حرفه‌ای برای تشخیص دروغ که ماموران CIA از این روش ها استفاده میکنن براتون صحبت کنیم. لطفا کانال یوتیوب دلتا مدیا رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از کانال یوتیوب دلتا مدیا حمایت کنید تا شما رو با جدیدترین مطالب و سرگرمی های روز دنیا آشنا کنیم. امروز میخواییم در کانال یوتیوب دلتا مدیا در رابطه با 10 روش حرفه‌ای برای تشخیص دروغ که ماموران CIA از این روش ها استفاده میکردن صحبت بکنیم. در روش شماره 1، باید تشخیص ناپیوستگی صحبت های طرف مقابلتون توجه بکنید. یعنی زمانی که میخواهید پی ببرید آیا طرف مقابلتون در حال دروغ گفتن هستش، به ناپیوستگی صحبتش توجه کنید. نیوبری میگه زمانی که دختری رو به جرم شلیک به دوستش مورد بازجویی قرار میدادم، در حال تعریف داستانی بود که در اون در حال دویدن بود که صدای گلوله رو شنید و سپس ناگهان در بین صحبتش گفت فرد شلیک کننده رو هم ندیدم. من تا این رو شنیدم تشخیص دادم دختره در حال دروغ گفتن هستش که واقعا هم همینطور بود. چطور ممکنه فردی صدای مهیب شلیک گلوله رو بشنوه و با اون واکنش نشون نده و بر نگرده طرف شلیک کننده رو ببینه؟ در عین صحبتش محکم به میز کوبیدم، واکنش سریع اون رو نگاه کردم که به دستام نگاه میکرد. این واکنش مهر تایید رو بر تشخیصم زد و فهمیدم که اون نه تنها صدای گلوله رو شنیده بود، بلکه برگشته و به منشأ اون صدا یعنی فرد شلیک کننده نیز نگاه کرده بود و اون رو دیده بود. و در تشخیص روش شماره 2، سوالات غیر منتظره از طرف مقابلتون بپرسید. تنها 4% از مردم دروغ به دنیا اومدن که چنان حرفه‌ای میتونن دروغ بگن که کسی نتونه ماشا اونا رو بگیره. اما دیگران زمانی که میخوان دروغ بگن معمولا داستان خیالیشون رو ناقص تعریف میکنن. زمانی که شخص در حال تعریف داستانش هستش، زمانی که انتظار نداره سوالی دور از انتظارش بپرسید، به طوری که قبلا برای اون آماده نشده. برای مثال اگر کارمندی در حال تعریف کردن در رابطه با مهارت‌هاش با شما هستش، با پرسیدن سوالی دور از انتظارش مانند کتابی که برای افزایش مهارت‌هاش خونده یا منبعی که از آن یاد گرفته، میتونید به نوعی تشخیص بدید که آیا برای سوال‌های شما جوابی از قبل آماده داشته یا نه، که احتمالاً فرد صادق است. اگر خیر، به احتمال زیاد در حال دروغ گفتن هستش. تشخیص روش شماره 3، در نقطه پایانی داستان دروغگو رو تشخیص بدید. یکی از مهمترین نشانه های تشخیص دروغ و بی‌صداقتی تغییر در رفتاره. شما یک فرد دروغگو رو زمانی میتونید به راحتی با این روش تشخیص بدید که شناخت نسبتاً کم قبلی از فرد داشته باشید و بدونید طرف مقابل در کل فردی آرام هست، اما زمان صحبت مضطرب میشه و یا طرف مقابل فردی با انرژی است اما هنگام صحبت کردن به شدت آرام و ریلکس به نظر میرسه. این روش رفتار فرد رو زیر نظر میگیره. اگر فرد رفتار غیر از رفتار معمول همیشگیش نشون بده، در واقع با خود واقعیش در تضاد باشه، به احتمال زیاد در حال دروغ گفتن هستش. در تشخیص روش شماره 4، به دنبال حالت تقلبی بدن بگردید. اکثر مردم نمیتونن به خوبی یک لبخند مصنوعی داشته باشن. اکثر مردم در زمان بندی اون دچار مشکل میشن، یا خیلی طولانی اون رو نگه میدارن یا خیلی زود تموم میکنن. شاید لبخند فرد دروغگو با حالات غالب چهره اون ناهماهنگ باشه، یک چهره عصبانی همراه با لبخند داشته باشه. لبخندهای مصنوعی یکی از بهترین روش‌های کمبود صداقت هستش. یک لبخند واقعی برخی از عضلات کنار چشم رو تا
در بر میگیره. برای مثال هنگام لبخند اگر دهان فرد رو بپوشانید به راحتی از حالات چشم میتونید بفهمید در حال لبخند زدن هستش. در تشخیص روش شماره 5، پیروی از حس ششم. حس ششم یا شم زنانه، نامش رو هر چی میخواید بذارید، یه حسی از طرف مقابلتون اگه دریافت کردید و اون رو با توجه به داده های ضمیر ناخودآگاهتون تطبیق دادید و اون رو اگه نتونستید قبول بکنید چون با داده های قبلیتون سازگار نیست، این حس میتونه بهتون کمک بکنه. این حس غریزه شاید به ظاهر اشتباه باشه، اما اکثر اوقات اطلاعات صحیح به شما میده. پس اگر هنگام صحبت با طرف مقابلتون غریزتون به شما میگه طرف مقابلتون در حال دروغ گفتن هستش، اون رو نادیده نگیرید و برای تایید صحت اون از روش شماره 6 استفاده کنید. در روش شماره 6 میکرو اکسپریشن ها رو دنبال کنید. میکرو اکسپریشن ها به معنی حالات ریز چهره هستش که کوچکترین حالات و تغییر حالات ناگهانی چهره که در کمتر از یک ثانیه انجام میشه. این حالات چهره دقیقاً واکنش کنترل نشده ضمیر ناخودآگاه هست که پوشانده نمیشه. زمانی که فردی در ظاهر خوشحال است اما در باطن عصبانی، این نشانه در حالات چهرهش گهگاهی در کمتر از یک ثانیه نمایان میشه. تنها راه تشخیص آن داشتن مهارت در اون هستش. تقریبا 90% به میکرو اکسپریشن ها دقت نمی کنند، در حالی که در کمتر از یک ساعت تمرین به خوبی میتونند در تشخیص اون مهارت پیدا کنند. در تشخیص روش شماره 7 به دنبال تناقض بگردید. در حالت کلی هر تون صدایی که فرد انتخاب کنه و یا حالت چهره یا بدنی به خود بگیره که با کلمات در حال صحبتش جور نباشه به احتمال زیاد در حالت دروغ گفتن هستش. فوق‌العاده شگفت انگیز است اما واقعیت داره. برای مثال زمانی که فرد در حالت گفتن جمله من پولی ندارم فعلا به شما بدم، یه چند وقتی به من فرصت بدید، اما حرکت سر او به نشانه نگفتن در حال تکان خوردن است، نشان دهنده حالت تناقضش هستش. این حالات میتونه در بین چهره و کلمات، تون صدا و کلمات، چهره و صدا به وجود بیاد. برای مثال شاید فرد در حال تعریف کردن موفقیت بزرگی باشه که به دست آورده، اما با تون صدایی بدون هیچ هیجان و معمول در حال تعریف کردن اون هستش. این تناقض میتونه نشان دهنده از دروغ گفتن اون باشه. در تشخیص روش شماره 8، احساس ناراحتی. زمانی که فرد در حال صحبت کردن هستش اما احساس راحتی نمیکنه، به احتمال زیاد در حال دروغ گفتن هست. برای مثال تو چشاش نگاه کنید، عرق میکنه. در صندلی اگر نشسته باشه مضطرب به نظر میرسه و در کل فردی که میشناختید به راحتی قبلیش نبوده در حال دروغ گفتن هستش. در تشخیص شماره 9، اگر کسی اطلاعات بیش از اندازه بهتون بده. برای مثال زمانی که از کارمندتون میپرسید چرا دیر به سر کار اومدی و اون شروع میکنه به تعریف کردن که صبح که از خواب بیدار شدم دیدم نون نداریم، برای صبحونه رفتم نونوایی شاطر محلمون گرم گرفت و صحبت کردیم و یه مشکلی براش پیش اومده بود و از اقوامش فوت کرده بود بنده خدا نمیتونست بره شهرستان، یعنی در حال توضیح دادن طولانی و بیش از اندازه هستش، به معنی پنهان کردن داستان اصلی هستش. اطلاعات بیش از اندازه به معنی این هستش که فرد سخنگو میخواد از این شرایط خلاصی پیدا کنه و با دادن اطلاعات در حال پوشش دروغش هستش و اون رو به عنوان یک دروغ پیچیده تبدیل کرده. در تشخیص شماره 10، حقیقت رو رد نکنید. بسیار مهم است تشخیص دهید فرد چه زمانی در حالت گفتن حقیقت تا دروغ، زیرا اکثر مردم در حال تعریف کردن واقعیت هن اما به ظاهر در حال دروغ گفتن به نظر می رسند.
زمانی که گیج کننده به نظر میرسه. پیدا کردن حقیقت کلام از لابلای دروغ ها میتونه به سوال مهمی پاسخ بده. چرا این فرد دروغ میگه؟ این 10 روش به شما کمک میکنه تا دروغگو رو تشخیص بدید، اما به شما کمک نمیکنه تا بفهمید اون فرد چرا به شما دروغ میگه. شما بدون شناخت از شخصیت و رفتارهای طرف مقابلتون به سختی میتونید اون رو قضاوت بکنید و دلیلش رو از دروغ گفتن به شما تشخیص بدید. و در آخر متشکریم از اینکه این ویدیو رو در کانال یوتیوب دلتا مدیا دیدید و با یه مطلب جدید دیگه آشنا شدید. اگر کانال یوتیوب دلتا مدیا رو سابسکرایب نکردید، لطفاً سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از کانال یوتیوب دلتا مدیا حمایت کنید. با تشکر از شما، کانال یوتیوب دلتا مدیا.